مردها موجودات عجیبی هن. خانومه میگه آره. مردها هر کاری که میکنن برای تحت تاثیر قرار دادن خانوم هست. هر کاری. یکی مثلا برای تحت تاثیر قرار چه؟ نه؟ آره سیانسه. تحت تاثیر قرار دادن خانوم ها میره مثلا درس میخونه میشه پروفسور سمی. یکی درس نمیخونه میشه بدل مسی. یکی میاد استنداپ میکنه مثلا. من که نه افشار. من که بعد آقایون دوست دارن همه رو خودشون تحت تاثیر قرار بدن. مثلا یه خانم زیبا که میبینن تو خیابون میگن کی اینو تحت تاثیر قرار میده. بعد دیگه خیلی هم آقایون خودخواهن. مثلا به خانومشون میگن که تو هدیه خدا به منی. یعنی خدا اینو آفریده گفته این یه کادو کم داره. بعد خانومش آفریده. یا مثلا به خانومش میگه که تو نقاشی خدا روی زمینی. مثلا خدا رو تصور کنید داره نقاشی میکشه. خب اینجا یه دونه درخت میکشم. من عاشق درخت. اینجا یه فریبا میکشم. اینجا یه محمد میکشم. اینجا یه خونه میکشم. بقیهشو دیگه نمیکشن. بعد از ازدواج هم اینا ادامه داره. مثلا خیلی مالکیت طلب میشن آقایون. نمیدونم کلمش درسته یا نه. صاحب خانومشون میگن که مالکیه این مالکی. آقا ول کن دیگه. مال توه. میگه همش مال منه. نه 75% مال توه. 25% وقف کمیته امداد. بعد ای به بعد به خانومش هم شک دارن عمدتاً. مثلا خانومه داره میره بیرون میگه عزیزم من برم بیرون. میگه کجا داری میری؟ میگه تو به من اعتماد نداری. میگه چرا من به تو اعتماد دارم؟ به هم جنسای خودم اعتماد ندارم. آقا به خانومت اعتماد نداری با ما چی کار داری؟ ما یه گوشه داریم استنداپمون رو میکنیم دیگه. این بی‌اعتمادی ادامه داره به بچه‌شون هم بی‌اعتمادن. مثلا اولین چیزی که راجع به بچه‌شون شک میکنن اینه که این بچه تمایلات عجیب و غریب داره. مثلا فکر میکنن بچه‌شون کنترل‌گراست. یعنی دوست داره بشینه رو کنترل. هی میان بهش میگن کنترل زیر توئه. پاشو ببینم کنترل. چرا من باید بشینم رو کنترل آخه؟ مثلا کنترل رو ببینم میگم اوه کنترل. چه کنترل خوبی. آره این تو پیری هم ادامه داره بی‌اعتمادیشون. مثلا نوش میاد بهش میگه آجو من باید بیام پارک. میگه ببین من به تو اعتماد دارم. به همسنای خودم اعتماد دارم.